دوستان گرامی، پس از ادای احترام به گذشتگان و در گذشتگانمان و کسانی که جان خودشون رو برای کشور ایران از دست دادند، اجازه بدید که مانند همیشه برنامه میراث جاویدان ایران باستان رو که هم نام است با مجموعه فیلم های مستند ما که آنها نیز میراث جاویدان ایران باستان نامیده می شود، آغاز کنیم. در این برنامه طبق روال همیشه در بخش اول ما کمی درباره مسائل اجتماعی صحبت میکنیم و پس از آن بخشی از فیلم های مستندی که تولید ماست رو خواهیم دید، که در امروز ما فیلم معماری بخش دوم رو 5 دقیقه از اون رو خواهیم دید، و سپس در بخش پایانی برنامه ما درباره زن در ایران باستان در واقع صحبت میکنیم، که بخش پایانی برنامه رو من تقدیم میکنم به خانم مسیح علی نژاد، گردآفرید زمان ما. در بخش نخست دوستان، یک مسئله که باز مطرح شده، اگر خاطرتون باشه در چند برنامه پیش من در تایید آقای نوریزاد و برای مسئله سیدها که در واقع دارد میشود یک مسئله مهم در کشور ما، راه حلی پیشنهاد دادم و در تایید گفته های ایشون آزمایش ژنتیک رو پیشنهاد دادم و جزئیات اون موجود هست که میتونید در واقع رجوع کنید. اما این بار با وجود احترامی که با آقای نوریزاد قائل هستم به آزادگی ایشون، اما یک انتقاد کوچکی میخواستم از ایشان بکنم. ما همه اطلاعاتمان محدود است. ما همه در زمینه‌های خاصی اطلاعات داریم، یا ماکسیموم یا حد اکثر میتوانیم در 3 یا 4 زمینه اطلاعات داشته باشیم. در همه زمینه‌ها ما نمیتوانیم. جناب نوریزاد در یوتیوب یک ویدیویی انتشار دادن که یک گونه برخورد انتقادآمیز از بخشی از دورهای ایران است که البته تا جایی خوب است اما تا جایی درست نیست. از این رو من تصمیم گرفتم که بخش نخست برنامه رو در واقع من به این مسئله اختصاص بدم و که ما بتونیم یک مقداری من این مسئله رو بشکافم که ایشون مطرح کردن. من خوشحالم از این که آقای نوریزاد بالاخره به بزرگی رضا شاه بزرگ پی بردند. من خوشحالم از این که ایشون حتی در این پیام از رضا شاه بزرگ ستایش میکنند. این خودش یک پیشرفت بزرگ است و من به ایشون تبریک میگم. اما انتقادات و انتظارهایی که از نادرشاه داشتند بیشک درست نیست. نادرشاه بدون شک بزرگترین پادشاه ایران پس از اسلام بوده است. غربیان به او لقب ناپلئون شرق دادند، یا آخرین جهانگشای ایرانی، یا آخرین جهانگشای شرق. آقای نوریزاد فرمودند که نادرشاه همش جنگ کرد و فرصت سازندگی نداشت. من میخوام به آقای نوریزاد فقط این نکته رو به عنوان یک تاریخدان و یک پژوهشگر تاریخ یادآوری کنم که نادرشاه همش 12 سال سلطنت بیشتر نکرد و در این 12 سال آن موقع در 250 سال پیش که معادل 3 یا 4 در واقع سال امروزی هست، نباید انتظار زیادی داشته باشیم. اما نادرشاه چه کرد در آن 12 سال؟ این نکته رو من دوست دارم که ایشون آقای محمد نوریزاد به این توجه بفرماید. ناپلئون شرق یا نادرشاه افشار نخستین پادشاه ایرانی در پس از اسلام بود که با رأی مستقیم مردم انتخاب شد. نادرشاه افشار 20,000 نفر از نمایندگان گروه های مختلف ملت ایران رو در دشت مغان در آذربایجان جمع کرد و پس از آن که آنها همگی در پس از آن که کشور رو آرام کرده بود، آنها و نمایندگان مردم او رو پادشاهی برگزیدند. شما مثال این و نمونه این رو در هیچ دوره از ایران نمی‌بینید تا پیش از نادرشاه، و
حتی در کشورهای دیگر هم نمی‌بینید. معمولا پادشاهان شاه پادشاهی رو با زور سرشان می‌گذاشتند. نادرشاه جنگ هایی کرد که از ایران زمین دفاع کرد. جنگ گهگاه برای حفظ از کیان ایرانی لازم است. نادرشاه که به فردوسی بسیار علاقه داشت و همواره شاهنامه را می‌خواند، نخستین پادشاهی است که از لفظ ایران زمین پس از اسلام استفاده کرده است و در سکه های خودش روی سکه های طلای ضرب کرده است که سکه بر ضرب کرد سلطنت را در جهان نادر ایران زمین و سلطان گیتی ستان. این برای نخستین بار نام ایران زمین را از اون استفاده کرد. نادرشاه برای نخستین بار در تاریخ ایران روسیه را شکست داد. همه جنگ هایی که ما با روسیه داشتیم منجر به شکست ما شده بود، اما نادرشاه برای نخستین بار روسیه رو شکست داد. نادرشاه عثمانی رو هم شکست داد و بخشای از کردستان رو که عثمانی در دوران صفوی اشغال کرده بود آزاد کرد. درباره آنچه که در افغانستان نیز کرد، با تمام احترامی که من به مردم افغانستان رو قائل هستم و اونها رو بخشی از ایرانیان میدانم و بخشی از حوزه تمدنی ایران بزرگ میدانم و متوجه هستم که به خاطر اینکه صفویان به زور میخواستن اونها رو شیعه کنند، افغانیان گرامی ناراحت بودند. اما یک فکت و یک واقعیتی وجود دارد، آن اینکه پس از گرفتن اصفهان یا سپاهان، افغانها کشتاری در سپاهان کردند و نادرشاه مجبور بود که جواب بده و ایران رو نجات بده. حمله نادرشاه به هندوستان نیز که آقای محمد نوریزاد از آن به عنوان کشتار نام بردند، مانند حمله محمود غزنوی به هندوستان نبود. محمود غزنوی به قصد گسترش اسلام و به زور مسلمان کردن مردم و غارت و چپاول به هندوستان حمله کرد و در آنجا باقی ماند و چندین سلسله مغولی هم آنجا تشکیل شد. اما نادرشاه به قصد تعدی به پادشاه مغولی هندوستان که به شورشیان افغانی پناه داده بود به هندوستان حمله کرد و پیش از آغاز جنگ نادرشاه 3 روز به پادشاه مغول هندوستان وقت داد که شورشیان را تحویل دهد تا سپاه ایران برگردد. اما وقتی که او این کار رو قبول نکرد و وقتی که شورشیان رو پس نداد، نادرشاه مجبور شد که به هندوستان برای حفاظت از کیان ایران حمله بکند و به درستی پس از حمله آنها رو دار زد شورشیان رو و به درستی بعدن غنیمت گرفت، به خاطر اینکه آنها اعمال هندوستان برای حمایت از شورشیان علیه ایران نادرشاه رو مجبور کرده بود که هزینه های زیادی رو صرف سپاه کنه. بنابراین مجبور شد که غنیمت از اونها بگیره و این غنیمت ها تا امروز پشتوانه پول ملی ایران است. بنابراین حمله نادرشاه به هندوستان کاملا تفاوت دارد و پس از حمله و شکست دادن در واقع آنها و تعدیب شورشیان، نادرشاه از هندوستان برگشت و در هندوستان باقی نماند ماننده محمود غزنوی. بنابراین مقایسه کردن اینها، جناب نوریزاد باید کمی درباره این بیشتر بیندیشند. همچنین نادرشاه برای نخستین بار پس از اسلام ناوگان دریایی ایران رو درست کرد. همچنین نادرشاه تکنولوژی زنبورک ها، یعنی گذاشتن توپ بر بالای شتر که مانند تانک های امروزی کار میکرد و در واقع ابداع کرد و این در واقع اساسی بود برای آنکه پیروزی های بزرگ ایران به دست آورد از نظر تکنولوژیکی و در نهایت آنکه نادرشاه پرچم سرنگ ایران رو که ما تا امروز به کار میبریم از زمان نادرشاه درست شده بود و آنکه از کارهای فرهنگیش هم آنکه در واقع با همه مذاهب مدارا میکرد، انجیل رو به زبان فارسی ترجمه کرد، عربستان رو مجبور کرد، امیرنشین مکه رو مجبور کرد که شیعیان رو به عنوان یک گروه از مسلمانان بپذیرند، تا آن موقع اونها رو به رسمیت نمیشناختند و متاسفانه سرنوشت دردناکی داشت.
به هر حال من نمیخوام بیش از این صحبت کنم، اما گفتن این نکته ها رو در جواب آقای محمد نوریزاد ضروری میدانم که در واقع اینها باید گفته میشد که شما در 12 سال، من گمان میکنم که نادرشاه بسیار کار کرد و همچنین نادرشاه در ضمن عمان رو گرفت، نادرشاه تمام حاشیه جنوبی خلیج فارس رو هم به ایران اضافه کرد و بحرین اون تا چند وقت پیش جزو ایران بود و اینها رو نادرشاه همه رو باز برگردون به ایران. بنابراین من این نکته بسیار مهم هست که ما وقتی که صحبت از یک دوره تاریخی میکنیم، درست است که امروز ما همه ایرانیان از خودمون شاید در دوره بد تاریخی قرار داریم، همه سرگشته ایم، همه در واقع به نوعی از خودمون شاید بدمون بیاد، ولی این دلیل نباید بشود که قهرمانانمون رو بیاییم و ببریم زیر سوال. حالا من مطالبی هم درباره ایل افشار میخواستم بگم که گمان وقت نیست، فقط به این بسنده میکنم که ایل افشار ایلی بودند که اصلا ایرانی بودند. این ایل از آناتولی شرقی یا کردستان شرقی وارد در واقع آذربایجان می شوند. در افشار در زبان کرمانجی به معنی آوشار، به معنی آبشار است و در تکاب افشار زندگی می کردند و بعدها به شمال خراسان که تا کنون ایل کرمانجی در آن زندگی می کند در واقع کوچ کردند و از مدافعان مرز ایران شدند که تا کنون در کلات نادری ایل کرمانجی زندگی می کنند. ما شاخه های مختلف افشار رو داریم که افشارهای نادری که در واقع به نادرشاه میرسند و همچنین افشار قاسملو که اینها در کردستان ایران وجود دارند. به هر حال آنچه که باید گفته میشد یک سری اطلاعاتی بود که مردم باید اینها رو میدانستند. من این رو در پاسخ به آقای نوریزاد لازم میدونستم که گفته شود، اما از دوستان خواهش میکنم که چند دقیقه از فیلم معماری بخش دو، معماری در ایران باستان یا مهرازی در ایران باستان بخش دوم رو در واقع نشون بدن تا ما بریم به بخش آخر برنامه که همان زن در ایران باستان است که تقدیمش کردم این بخش رو به خانم مسیح علی نشون. دوره ساسانی دوره برجسته دیگری در تاریخ رازیگری ایرانی است که از ویژگی‌های گوناگون برخوردار بوده و معماری آن از سبک‌های گوناگونی ریشه گرفته است. سازه گنبد که در زمان اشکانیان بیشتر در ساختمان محرابه‌ها و پرستشگاه‌ها و رصدخانه‌ها به کار می‌رفت، در این دوره کاربرد آن چنان گسترده شد که در ساختمان کاخ‌ها نیز به کار گرفته شد. اردشیر بابکان، نخستین پادشاه ساسانی، کاخ فیروزآباد در شهر گور را به سبکی مشابه با شیوه های پارتی ساخت و آن را فر اردشیر نام نهاد. ویژگی این کاخ بدین سبب است که نمایشگر آغاز گامی نو در تاریخ ساختمانسازی ایرانیان به شمار می آید. در مهرازی این کاخ، گنبد، سازه نمادین مهرازی ایرانی آشکارا به چشم می‌خورد. در زمان ساسانیان نیز سازه گنبد نمادی دینی فلسفی بوده است، ولی این بار گنبدهای نوک‌تیز نمادی از شراره و شعله آتش، نماد دین نو زرتشتی ساسانیان بودند. شگفتا که پیروان دیگر دین‌ها نیز تا به امروز ندانسته و ناآگاه به معنای نمادین گنبد این نماد مهرازی ایرانی را در ساختمان‌های کلیساها، مسجدها و پرستشگاه‌هایشان به کار می‌برند. یکی دیگر از بزرگترین و گیراترین بازمانده‌های هنر و مهرازی ساسانیان، کاخ خسرو یا همان طاق کسرا در تیزفون است. این کاخ در زمان شاپور نخست در نیمه دوم سده سوم مسیحی ساخته شد. فردوسی، استاد سخن و آفریننده شاهنامه، درباره چگونگی بنیان طاق خسرو این گونه سروده:
کنون از مداین سخن نو کنم، سخن هاز ایوان خسرو کنم. چنین گفت روشندل پارسی، که بگذشت سال از برش 400، که خسرو فرستاد کاصحاب روم، به هند و به چین و به آباد بوم. برفتند کاریگران 3000، ز هر کشوری هر که بود نامدار. از ایشان هر آن کس که استاد بود، ز خشت و ز گنج بر دلش یاد بود. 200 مرد بگزید اندر میان، از ایران و اهواز و از رومیان. از ایشان دلاور گزین کرد 30، از این 30 دو رومی یکی پارسی. گران مای رومی که بود هندسی، به گفتار بگذشت از پارسی. بدو گفت شاهین ز من در پذیر، سخن هر چه گویم تو را یاد گیر. یکی جای خواهم که فرزند من، همان تا بسی سال پیوند من. بدو در نشینت نگردد خراب، ز باران و از برف و از آفتاب. مهندس پذیرفت ایوان شاه، بدو گفت من دارم این دستگاه. چو شد 7 سال آمد ایوان به جای، پسندیده خسرو نیک رای. کسی در جهان زخم چونان ندید، نه از نام ور کاردانان شنید. سروده های فردوسی تنها گواه پذیرفته شده درباره چگونگی ساخت طاق خسرو یا به گفته فردوسی زخم است و از سروده او این چنین پیداست که معیار شاهرش بر اساس معیار امروزی پیرامون 1.4 متر بلندا داشته است و این میزان با اندازه میان سرانگشتان 2 دست به هنگام باز بودن دست ها هماهنگی دارد. پس با شمارش 10 شاهرش برای پی این بنا به 14 متر ژرفا خواهیم رسید. همچنین از سروده های فردوسی در میابیم که نام سازنده طاق خسرو فرقان بوده و ساخت سازه نیز 7 سال به درازا کشیده شده است. یکی از نوآوری‌های معماری که برای نخستین بار در جهان به دست ایرانیان انجام شد، ساخت ساختمان‌های آبی و ساختمان‌سازی با اسکلت فلزی است. در زمان انوشیروان، پادشاه ساسانی، فرمان روای یمن به دربار او آمد و از او برای سرکوبی لشکر حبشه یاری خواست. انوشیروان گروهی 800 نفری از زندانیان را به فرماندهی هرز با کشتی روانه یمن می کند. این سپاه پس از انجام مأموریت خیش به سوی عدن می روند و در آنجا شهری می سازند. ابن بلخی درباره این شهر چنین می گوید: قصد عدن کرد و آن را بگرفت و در میان 2 کوه بر کنار دریا در آب شهرکی بساخت. بنیاد آن از سنگ و ارزیز و عمودهای آن آهن و اکنون آبشخور عدن آن شهر است. خب دوستان عزیز، امیدوارم که توجه کرده باشید به معماری در ایران باستان. ما معماری در ایران باستان رو 2 فیلم در اون ساختیم و توضیحات بسیار زیادی در اون فیلم ها دادیم. من نمیخواهم که تکرار مکررات بشد، اما این بخش از برنامه رو اگر که اجازه بدهید ما درباره زن و حقوق زن در ایران باستان صحبت میکنیم و پوشش زن و نگاه فلسفی به زن در ایران باستان. متاسفانه برخی از در واقع محققان سطحی و پژوهشگران سطحی و افرادی که در پس اندیشه شون تفکرات شدید مذهبی دارن
گمان میبرند که در ایران باستان نیز مانند ایران پس از اسلام زن همیشه در چادر و در پوشش و پارچه بوده است و گمان میبرند و این اشتباه رو حتی خاورشناسان غربی هم انجام میدهند تا اینکه گمان میکنند ما شرقیان همیشه این گونه فناتیک بودیم، همیشه این گونه آزادی رو و آزادی پوشش رو که از حقوق اولیه انسان ها هست از زنان دریغ میکردیم. ما شرقیان این گونه نبودیم. من نمیخواهم بپردازم که پس از اسلام چه بر سر ما آمد، اما اجازه بدهید که به پیش از اسلام بپردازیم. به پیش از اسلام من از دوستان من اول اجازه بدید یک کمی توضیح بدم راجع به فلسفه و بعد با هم نمونه هایی از ظروف و اشیایی که در کاوش های باستانشناسی از دوره های مختلف ایران به دست آمده و پوشش آزادانه زن رو نشان میدهد و نگاه زیبایی شناسانه به زن رو نشان میدهد با هم میبینیم. من به طور خلاصه بسیار سریع میخوام خدمت شما عرض کنم که زن سمبل زیبایی در ایران باستان بوده است. زن و زندگی از یک ریشه و از یک کلمه هستند، چون که در واقع در زبان کردی به زن ژن گفته می شود و آن هم با زندگی از یک ریشه است. در زبان اوستایی زن از ریشه جهنا می آید که همان در واقع زندگی است و از ریشه از زندگی دارد. نگاهی که به زن ایرانیان باستان دارند در خود این واژه و این کلمه که از ریشه زندگی هست در واقع این نگاه فلسفی نمایانگر است، چون که در زبانهای دیگر شما چون این چیز رو نمیبینید. برای مثال در زبان انگلیسی من به معنی مرد است و وومن به مفهوم در واقع وو اول به مفهوم همخوابه است و می شود همخوابه مرد. یعنی یک دیده در انگلیسی باستان، دیدی که در واقع به این زن نسبت به در این زبان نسبت به زن وجود داشته است، زن رو به مثابه همخوابه مرد می دیده است. اما در ایران باستان زن رو از ریشه جهنا به مفهوم زندگی می دیدند و زن رو تا این حد به او بدان احترام می گذاشتند. ایرانیان باستان زن رو سمبل زیبایی می دانستند و ایرانیان باستان پوشش رو هم برای زیبایی به کار می بردن، نه آن که برای نازیبا کردن کسی، نه آن که برای پوشیدن زیبایی های کسی، بلکه برعکس برای بیشتر نشان دادن زیبایی های کسی پوشش رو به کار می بردند. ایرانیان باستان اعتقاد داشتند که زیبایی زننده نیست. این نگاه فلسفی بسیار مهم است. ایرانیان باستان اعتقاد داشتند که همان گونه که روی گل رو نباید پوشاند و با چیزی بپوشانیم تا او دیده نشود، آن دیده نشود، روی زن رو هم نباید پوشاند، مخصوصا موهای زن و سر زن رو در واقع نباید پوشانید. آزادی پوشش در تمام دوره‌های تاریخی ایران به وفور دیده می‌شود. هیچ گونه اجباری در پوشش در ایران باستان نبوده است. ایرانیان باستان تنها هنگامی که به آتشکده می‌رفتند، روی سر خودشان زنان پارچه می‌انداختند تا موهایشان به زمین نریزد و آتشکده را آلوده نکند. یا اینکه در مراسم رسمی نیم تاجی روی سر خود می‌گذاشتند که آنان را زیباتر می‌کرد. بنابراین به هیچ عنوان چیزی مانند حجاب یا پوشش در ایران باستان وجود نداشته است و در پوشیدن و پوشش کاملا آزاد بودند. تمام کاوش‌های باستانشناسی هم که در دوره‌های مختلف در واقع باستانشناسی ایران به دست آمده است، چه در کاوش‌های باستانشناسی در مجموعه BMAC که بخشی از مجموعه آندرونووا هست در تپه گنور در صحرای قرقوم و چه در دوره‌های مختلف، همه ما این رو شاهد این مسئله هستیم. اجازه بدید که ما نخست از ایرانیان شمالی آغاز کنیم و برسیم به ایرانیان جنوبی. من از دوستان خواهش میکنم که از عکس‌های زن در طایفه ایرانیان شمالی یا اسکیت‌ها رو نشون بدن. اسکیت‌ها رو بله، شما ببینید ما طایفه ای داشتیم از ایرانیان شمالی. این ایرانیان شمالی یا اسکیت ها همان ایرانیایی هستند که بعدها به اروپا کوچ کردند و در واقع هسته اصلی اقوام اسلاف
یعنی روس‌ها، بیلاروس‌ها و اوکراینی‌ها رو بنیان گذاشتند و تا این اسکیت‌ها تا شمال بریتانیا یا اسکاتلند هم رفتند. این اقوام ازشون آثاری به دست آمده، اینها اقوام جنگجویی بودند که زنان آنها نیز جنگجو بوده است. من از دوستان خواهش می‌کنم که هر عکس‌ها رو به ترتیب نشون بدن. عکس بعدی، بله، این آناهیتا هست. آناهیتا یا یکی از فرشته‌های ایران باستان که همونگونه که می‌بینید به در آن آزادی پوشش و سمبل اون کاملا مشخص است. عکس بعدی لطفا. این یک زن جنگجوی اسکیتی هست در ایران باستان که همونطور که می‌بینید جنگجو بودن. بله، این از جلو هست. اینها لباس رزمی هست، برای همین کلاه سرش هست. عکس بعدی، این یک نمونه از یک زن اسکیتی ایرانی هست که در بشقاب یونانی به دست آمده. عکس بعدی، این نمونه دیگری از زن اسکیتی هست که میبینید با سر کاملا آزاد و باز در واقع مجسمش به دست آمده. این هم باز یک زن جنگجو اسکیتی است که مردان یونانی رو به اسارت گرفت. بدین گونه ما دوران اسکیت ها رو دیدیم و اسکیت ها در واقع همون سکایی ها هستند و بسیار مهم بود که به اینها پرداخته بشد. اینها اقوام جنگجوی بودند، زنانشان هم زنان جنگجوی بودند. اینها بعدها به قسمت‌های جنوبی ایران هم آمدند و در بخش‌های مانند ساکاز در کردستان یا در واقع سیستان یا سکستان در سیستان در شرق ایران نیز ساکن شدند. اما بخش بعدی، در دوران بعدی، ما عکس دوران ماد رو دوستان اگر نشون بدن. زن در دوران ماد، همون گونه که شما می‌بینید، از روی یکی از مهرهایی که از دوران ماد به وجود آمده بوده است، این لباس بازسازی شده است. در سمت چپ شما قسمت اصل و اوریجینال اون رو می‌بینید و در قسمت راست در واقع اون لباس بازسازی شده. همونطور که می‌بینید که سر زن کاملا آزاد است. حالا از دوستان خواهش می‌کنم که دوران هخامنشیان رو نشون بدن. بله، این در دوران هخامنشیان، این نقش زنان هخامنشی هست که در روی قالیچه پازریک در روسیه به دست آمده است، در سیبریا، و همونطور که میبینید یک نیمتاجی داشتن در اینجا. بله، در اینجا لباس بازسازی شده، اینها آثار استاد شکیبا است. من همینجا باید به استاد شکیبا درود بفرستم که ایشون با بازسازی لباس‌های زنان ایران باستان در دوره‌های مختلف و نقاشی اونها نقش بسیار بزرگی رو در گسترش فرهنگ ایرانی بازی کردند. درود بر استاد شکیبا. لطفاً عکس‌های بعدی، اینها همه از استاد شکیبا هست. بازسازی شده یه لباس ایرانیان باستان، همون گونه که میبینید سرها کاملا آزاده. همونطور که میبینید باز این هم یک اثر دیگری از استاد شکیبا هست. باز از بعدی، بله، اینجا رو لطفا نگه دارن دوستان. اینجا یک مهر هست که از دوران هخامنشی به دست آمده. همونطور که میبینید دقیقا لباس مانند همان است که در قالی پازریک در روسیه به دست آمد. عکس بعدی رو لطفا نشان بدن. بله، اینجا بازسازی شده اون هست. همونطور که میبینید یک تاجی روی سر داره سمت چپ و یک در واقع پارچه توری افتاده است که این تنها قصد زیبایی رو داشته است، قصد دیگری رو نبوده است. این در یکی از مهرهای دوران هخامنشی به دست آمده است. لطفاً عکس بعدی، همونطور که میبینید اینجا تصویر یک زن در تخت جمشید است و میبینید فقط یک نیم تاجی بر سر دارد و موهاش کاملا آزاد هست. یک نیم تاجی دارد و در کاخ تچرد در تخت جمشید به دست آمده. لطفا عکس بعدی، این هم باز یکی از شاهکارهای استاد شکیبا هست، بازسازی لباس زن در دوران هخامنشی با همون نیم تاجش که شما میبینید. ایشون این اثرهای هنری رو پیدا آوردن. عکس بعدی، باز شاهکارهای دیگر استاد شکیبا هست که تمام این بازسازی ها از روی در واقع آثار باستانی بود است و کاملا دقیق است. اثر بعدی، این دوباره همون است که در دوران این در تخت جمشید به دست آمده، در کاخ تشرد در تخت جمشید. این هم بازسازی هست که در دوران هخامنشی انجام شده، از روی قالی پازریک. همونطور که میبینید سمت چپ بازسازی علمی این لباس از دوران هخامنشی تموم شد. و ما یک سری هم اجازه بدید به دوران اشکانیان بزنیم و ببینیم در این دوران که یکی از شکوفاترین دوران ایران هم بوده است، لباس زن چگونه بوده است. بله، همونطور که میبینید ما اینجا یک نوازنده‌ای رو داریم.
کاملا یک نیم تاجی بر سر دارد، موهاش آزاد است و در حال نواختن چنگ که هم نشان از لباس آزادش است و هم نشان از آلت موسیقی و موسیقی در ایران باستان. باز مهر دیگر اشکانی هست، باز همان گونه چنگ نواز با سر آزاد. عکس بعدی، اینجا یک شاهدخت اشکانی هست، همونطور که میبینید یک تاجی بر سر دارد و با موهای آزاد. عکس بعدی، اینجا یک سکه پادشاه اشکانی به همراه ملکه هست، همونطور که میبینید با سر کاملا آزاد. عکس بعدی، اینجا یکی از نقاشی های دیواری یا ببخشید موزاییک هست، اینها موزاییک های روی دیوار در دوران اشکانی هست که کاملا نشان میدهد که زنان هیچ گونه پوششی بر سر نداشتن و در پوشش خودشون کاملا آزاد بودن. عکس بعدی، این باز یک ورژن دیگری از اون هست. عکس بعدی، اینجا باز یک تندیس و سردیس یک شاهدخت اشکانی هست که میبینید سر آزادی، فقط یک نیمتاج روی سرش دارد. عکس بعدی، اینجا باز در منطقه حترا، در شهر اشکانی حترا که امروزه در واقع خارج از ایران هست، زنان اشکانی رو میبینید که با سرهای باز هستن. عکس بعدی، در میان آناهیتا هست چون با شیر هست، احتمالا آناهیتا هست، این هم احتمالا آناهیتا هست چون با شیر هست، و این همطور که میبینید یک زن دیگر اشکانی با سر باز در همون کاخ حترا در واقع به دست آمده است، در منطقه باستانشناسی اشکانی که امروزه در خارج از ایران است. عکس بعدی، اینجا بازسازی شده علمی از روی یک مجسمه هست که میبینید چگونه یک نیم تاجی روی سر میگذاشتند ولی به طور کلی لباس آزاد بوده است. عکس بعدی، این هم در دوران پارتیان هست، این همان موزاییکی است که ما قبلا نشان دادیم در دوران اشکانی و مربوط به دوران اشکانی و یک زنی رو با سر کاملا باز و بدون پوشش نشان میدهد. و اما ما میدونیم که از دوران باستان، آن زمانی که به ما نزدیکتر است، دوران ساسانیان است و از دو ساسانیان مجموعه آثار بیشتری به دست آمده است و به ویژه یک بخش عظیمی از این آثار شگفت‌انگیز در موزه سکلرز در واقع واشنگتن دی سی هستند که بخشی از اسمیتسونیان در واقع کامپلکس هست که در بخشی از اون سکلرز میوزیوم هست. دوستانی که در واشنگتن هستن، من اکیداً توصیه میکنم که سفارش میکنم این موزه رو ببینن که با شگفتی های فراوانی از دوران ساسانی روبرو میشن. از دوستان خواهش میکنم عکس دوران ساسانی رو نشون بدن. بله، همطور که میبینید، لطفا رو همین نگه دارن. همطور که میبینید در واقع بشقاب‌های زیادی که از نقره و طلا هست و آبکاری‌هایی شده، همطور که می‌دونید در ایران باستان باتری وجود داشته و اینها آبکاری می‌کردن در واقع بشقاب‌ها رو و از اون تکنولوژی استفاده می‌کردن. همطور که می‌بینید در میانه وسط یک خانومی هست در یک مراسم بزم که نه تنها در واقع سرپوش ندارد که تنپوش نیز ندارد و این نشان می‌دهد که در دوران ساسانیان خلاف آنچه که می‌گویند در واقع کاملا آزادی پوشش بوده است و زیبایی زننده نبوده است، گل رو رویش را نمی‌انداختن. عکس بعدی، بله، این باز یک ظرف دیگه ای هست از همون موزه سکلرز. شما می‌بینید باز یک زنی رو با سر و لباس آزاد می‌بینید. عکس بعدی، اینجا یک سکه به دست آمده است که به احتمال زیاد پوراندخت است. همون گونه که می‌دانید ما در زمان ساسانیان شاهان زنی رو داشتیم، در واقع ما پادشاهان زنی رو داشتیم مانند پوراندخت و آزرمیدخت. این به احتمال قوی پوراندخت هست که در روی یک سکه به دست آمده است و زنان به مقام پادشاهی و فرماندهی کل ایران می‌رسیدن. حتی این تصویرشون روی سکه به دست آمده است. عکس بعدی، ما یک نوازنده دوران ساسانی رو میبینیم که همان گونه میبینید در پوششش کاملا آزاد است، زیبایی زننده نیست و سرش رو هم باز است. این قابل توجه، حتی خاورشناسان هم هست که فکر میکنن همیشه شرقیان در واقع زن رو سرکوب میکردن، در صورتی که در ایران باستان که آن هم یک فرهنگ هند اروپایی بوده است و نزدیکی‌های به فرهنگ اروپا داشته است، چون این چیزی نبوده اصلا و اصل ما و ریشه ما ریشه هند اروپایی است و سرکوب زن در فرهنگ ما جایی نداشته است. عکس بعدی لطفا،
باز بشقاب دیگری که در آنجا پوشش زن رو سمت چپ میبینید که آزاد است. لطفاً بعدی. همونطور که میبینید اینجا یک پادشاه و ملکه هستند که این لباس ملکه در اینجا بازسازی شده است که یک نوع تاجی هم ملکه بر سرش گذاشته است. در سمت راست ما تاج کیانی رو داریم، در سمت چپ تاج رو داریم که برای ملکه است. لطفاً عکس بعدی. در اینجا طاق بستان در کرمانشاه است. همون گونه که میبینید فرشتگانی در اینجا بالدار به تصویر کشیده شدن. تمام اعضای بدن مشخص است و سر نیز آزاد است و هیچ گونه روی زیبایی رو نمی پوشاندند و زیبایی بخشی از هنر جاودان ایران بوده است. زیبایی زننده نبوده است. عکس بعدی. این همان اصل سکه است که در واقع نقشش رو نشان دادم. سکه برای پوراندخت هست و همان گونه که میبینید ایرانیان به مقام پادشاهی، زنان ایرانی به مقام پادشاهی نیز میرسیدن در ایران باستان. عکس بعدی لطفا. بله، همونطور که میبینید یک کوزهی به دست آمده که در آن یک زنی در مراسم بزمی با لباس توری و کاملا آزاد در سر و بدن و زیبا، همون گونه که می‌بینید این اوج هنری است که قابل دیدن است. عکس بعدی را ما می‌بینیم، باز یک زنی است که به مقام پادشاهی داشته است، احتمالاً پوراندخت یا آذربایجانی بوده است که در یک بشقاب عکسش به دست آمده است با تاج. عکس بعدی. همونطور که می‌بینید باز دوباره زن دیگری رو ما در اینجا می‌بینیم که در اینجا کاملاً در پوشش، تنپوش و سرپوشش کاملاً آزاد است. عکس بعدی. در اینجا ما سیمرغ افسانه‌ای رو می‌بینیم با یک زن که در واقع با در پوششی کاملاً آزاد است. عکس بعدی. ما در اینجا یک مرد و یک زن رو در حال معاشقه می‌بینیم و می‌بینیم که این هنر و این بخش از هنر که اروپاییان می‌گفتند هیچگاه شرقیان چون این بخشی از هنر رو نداشتند، در ایران باستان وجود داشته است و اقوام‌های گوناگون ایرانی از اسکیت‌ها تا تراکی‌ها اینها رو داشتند. عکس بعدی لطفاً. باز هم بخش دیگری هست از آزادی پوشش زن در این بشقاب مشخصه. بله، باز میبینید یک در واقع یک ظرف دیگری به دست آمده است که باز هم زن آزادی پوشش سر و تنش مشخص است. عکس بعدی. باز هم در واقع ظرف دیگری که همون گونه که میبینید آزادی پوشش سرپوش و تن سرپوش وجود ندارد و آزادی تن نیز مشخص است در این عکس نیز همین گونه. و عکس بعدی باز هم همین گونه. اینها همش از نقره و طلا و در بله باز هم در موزه سکلرز ببینید چه آثار شگفت انگیزی که همه آزادی زن رو از سرپوش و تنپوش نشان میدهد و این بشقاب هم همین است. این هم همین. و باز عکس بعدی. باز یک زنی رو میبینید در مجلس بزم که چگونه آزاد است. و عکس بعدی. اینجا یک مرد و یک زن هر دو سوارکار، زن سوارکار با سر آزاد و لباس سوارکاری، میبینید که هم پای مرد ایستاده است. عکس بعدی. این باز همان است از عکس دیگری. و در دوران ساسانیان این لباس یک در واقع ملکه یا در واقع هم شهبانوی است که بازسازی شده از دوران ساسانیان بر اساس یکی از همین بشقاب‌ها که عکسش بوده است. بله، من در پایان برنامه فقط دوست دارم که به دوستان بگویم که در ایران باستان زیبایی زننده به هیچ وجه نبوده است. روی زیبایی را نمی پوشاندند. لباس، مردم اختیار لباس خودشان را داشتند. مردم برده نبودند که کس دیگری و بردهدار به اونها بگوید چه بپوشید و چه نپوشید. ایرانیان همواره آزاده بودند و برای آزادگان زیبایی زننده نیست و روی آن را نمی پوشانند. و این برنامه رو من تقدیم می‌کنم به خانم مسیح علی نژاد و کمپین در واقع روسری‌های سفیدش که ایشون کمی هم افزون بر ایران کنونی بدانند که در ایران باستان چه خبر بوده است. و اما در پایان چو ایران نباشد تن من، مباد بدین بوم و بر زنده یک تن. مباد بیا تا همه تن به کشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم. بیا تا همه به دشمن شیمن در کمین، به راه پیشمرگان ایران زمین.